به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. تحلیل امروزه ما چنین عنوان دارد: جنگ کگبه با کروپسیا. ماجرای پیامک راننده احمد شاه مسعود، نرخ همخوابگی با تهمینه و آزاده رحمان آوها، نیزد رستم و زندانی شدن دو جنرال کگبه یتیموف. سال 2017 یک گروه 10 نفری از مسئولان بلند پایه آژانس نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان به شمول دولتبگ خیرزاده، معاون رئیس این نهاد فیروز خالمرادوف، سردار ریاست تفتیشات و چند مفتش و مقامدار دیگر، که یک پسر رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی، دیگر داماد سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان و پسر معاون دادستانی شهر خوجند بودند، از طرف کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شدند. نشر نوارهای از جریان آب است که منزل زیستی برخی از آنها که از یک 33 میلیون دلار نقد و از دیگری چند کارت های بانکی و بیش از 1 میلیون دلار نقد و ده ها کتاب حولی و کوارتیره های خریداری شده در داخل و خارج کشور و از تهخانه سومی صندوق جواهرات طلا و زر خالص و چندین عدد ماشین های پچکه 100 هزار دلاری در واقع زلزله در کشور انگیخت. همان وقت در رسانه ها و در میشمیش مردم این سر و صداها سیل میکرد که کگبه نقارش را از عبدالفتاح غایب، یعنی فتح سعیدوف، رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و سابق رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گرفت. گپ در آن که فتح سعید در آغاز سال 2012 فریدون عمروف، معاون سردار آبنان شعبه داخله فرخار، برادر منصور عمروف، معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و در گذشته سردار محافظان امام علی رحمانوف را برای شرکت در قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. قصه بازداشت فریدون ملقب به پنترا و شریک جنایتی او نرکبران رستم حیتوف ملقب به خمر در رسانه ها آن سالها بازتاب گسترده پیدا کرده بود. و همین طور فریدون 7 و رستم 14 سال حکم زندان گرفتند. اما نقطه ای که باعث آوازه ها شد این بود که چرا آژانس مبارزه با کروپسیا که مواد مخدر ارتباط ندارد، یک مسئول ملیسه و آن هم برادر معاون اول رئیس کمیته امنیتی را بازداشت کرد؟ آیا اینجا کدام هدف و بازی سیاسی پنهان بود؟ منصور عمروف و کمیته زیر اطاعت او در دست روی دست ننشستند. برادر فتح سعید رئیس خدمات گمرک را با مبلغ کلانی پاره به دست افتاندند. نجم‌الدین سعیدوف، برادر فتح سعید رئیس شعبه تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنغره، برای تعیین یک نفر به مقام سردار خدمات گمرک ولایت سوخت 600 هزار دلار رشوه طلب کرده است. او این پول را با برادرش داده آن نفر را با این مقام میبایست تعیین میکرد. ماموران امنیت به هنگام گرفتن 400 هزار دلار او را بازداشت کردند. اما آن زمان گریبان فتح سعید را از چنگ استعفا رستم امام علی و شاهروخ پسرش توانستند خلاص نمایند. نجم الدین برادرش را هم فتح سعید توانیست که بعد چند هفته رها کند. ولی بازداشت این شماره بزرگ شاگردان و زیردستان این بار فتح سعید را که در عین اوج شهرت در مقام رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا قرار داشت، از وظیفه بیرون کرد و نه تنها از وظیفه بلکه از سیاست هم بدور انداخت. ولی سؤال این است بیننده گرامی که پشت این اداره جنگی کگبه و آژانسی کروپسیا و رقابتی پدکویار منصور عمروف و فتح سعیدوف که سر ده ها نفر را بر باد داد چی می ایستد؟ در این زد و خورد و جنگی بدون قاعده نقش رحمانوف و اعضای آیله او چی است؟ با اصلاح نت نامه از یک کارمند همین حالا هم در سر کار در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رسید که با این سوال و پهلوهای ناروشن قضیه بازداشت آن 10 نفر از خادمان آژانسی مبارزه با کروپسیا در سال 2017 و روشنی می اندازد و معلومات جالب زیاد هم برایتان بینندگان گرامی دارد. متن نامه
به شکلی زیرین. می خواهم درباره دستگیر شوی جنرال دولت بیگ خیرزاده بگویم که اینجا چی بازی های سیاسی واقع افتاده بود و تا حالا ادامه دارد، تا از طریق اصلاح مردم بدانند که دولت امروزه چی دولت و چی محلگرایی ها در وجود آن پنهان است. درباره دشمنی میان کگبه و کروپسیا و دشمنی امنیت به خانواده رحمانوف برایتان می خواهم بگویم. در سال 2012 فریدون عمروف، برادر منصور عمروف، در ناحیه فرخار در مقام معاون آبنان بخش مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر در شعبه امور داخلی ناحیه فرخار فعالیت میکرد و توانسته بود که اکثریت انشاءات و کارخانه و مؤسسه های دولتی این ناحیه فرخار را با استفاده از برنامه های خصوصی سازی و بر عوض پل های نهایت ناچیز از آن خود کند. افتابازه، افتازپرافکا، خانه و دری به حساب، البته با پول نارکوتیک. همراه او نرکبران نمبر یک، یکی از سرکردگان نرکبران های کشور، رستم حیاتوف، ملقب به خمیر، سودا و خرید و فروش را نظارت و اداره میکرد. وی با کمک برادرش توانسته بود در سرحد افغانستان برای خود دالان سبز یعنی زلیان کلیدار تشکیل نماید تا بدون ممانعت مواد مخدر دسترس می شود. ولی سال 2012 رستم حیاتوف با 47 کیلوگرم گراین در 112 میکرایان دوشنبه با دست بچه های فتح سعید که رئیس آژانسی مبارزه با کروپسیا بود دستگیر شد. چند روزی پیش از این حادثه خود فریدون را هم بازداشت کرده بودند. آن زمان فتح سعید فریدون عمروف را در تشکیل گروه متشکل قاچاقبران بین المللی مواد مخدر متهم نموده و حتی آشکارا گفته بود که دیگر مقامات قدرتی از این اعمال جنایتی فریدون عمروف با خبر بودند. اما چون برادرش معاون اولی کگبه و در گذشته سردار اخرانه رحمانوف بود، جرأت نمی کردند و عیناً چنین گفته بود: نمیدانم که غیرت و جرأت ساختارهای قدرتی بسندگی نمی کرد برای بازداشت یا چیزی دیگر. وقتی ما سنجیدیم که در اینجا نمایندگان مقامات قدرتی دست دارند و اینجا نشانه های کروپسیونی با مشاهده می رسید، عمل کردیم. حالا ببینید که اگر سرپناه نداشته باشد می تواند به قاچاق مواد مخدر دست زند. جزای آن به مهلت 20 سال از آزادی محروم شدن است. بله بینندگان گرامی، بعد این حادثه مناقشه و بدبینی میان کگبه و کروپسیا سر شد. فتح سعید از کروپسیا به خدمات گمرک رفت. چنان گفتیم وقتی که در این مقام کار میکرد، کگبه برادر او را برای میان روی با 600 هزار دلار دستگیر کرد و همین طور مناقشه ها در پشت صحنه خیلی هم پرشدت ادامه میکرد. اکنون بینندگان گرامی دوام قصه را ببینید که چی طور جالب و هیجانی می شود. سخن اینجا از یک صاحبکار افغان و راننده مرحوم احمد شاه مسعود نیست، شهروند افغانستان که هر دو سالها در دوشنبه به سر برده و با هم رفاقت و دوستی داشتند می رود. راننده مسعود شهید با نامی زن دوست افغان صاحبکارش که از تاجیکستان بوده است، از بناهای نو در پشت کاخ باربد با 100 هزار دلار خانه خریداری میکند. اما این افغان نه فقط صاحبکار، برای ریاست کانترازویدکا و رازویدکای حربی یعنی کگبه تاجیکستان هم کار میکرده است. برای این خانه در سال 2016 بین راننده احمد شاه مسعود و دوست افغانش و زوجهش که گفتم تاجیک است مناقشه سر میزند. مناقشه به جنگ میپیچد، چون که افغانی دوست و خانوم او از باز پس دادن خانه به صاحبش سرپیچی میکند. افغان صاحبکار با تهمینه و آزاده دختران امامعلی رحمانوف نزدیکی و قرابت داشته است. هر از گاه پیش آنها میرفته است. یک نوبت وقت پیش آنها بوده است در مسنجر یعنی پیامک یا همون سبشینی که میگویم فرستاده است که درباره خانه گپ نزن که به دختر کلان میگویم، نه به تو میموند و نه به من. راننده احمد شای مسعود در جواب نوشته است: تو نمیدونی که نرخ یک شبانه دختران کلان 5000 دلار است. برو به کدامیشون میگوی بگو، اما بدون که خوب فلانت میکنم خانه رو برگردان و ته. این متن پیامی است که راننده مسعود و این نوشته است. پیامک فرستاده راننده را که میگویند نرخ یک شب دختر کلان 5000 دلار است،
افغان صاحبکار راست میبرد و به سردار ریاست کنترازویدکای کمیته امنیت نشان میدهد. سردار ریاست کنترازویدکای کمیته امنیت راننده مرحوم احمدشاه مسعود را دعوت نموده تهدید و شانتاج میکند که با این پیامکت محکمت میکنیم. راننده احمدشاه باشد با سردار ریاست کنترازویدکای حربی مراجعت کرده از او درخواست کمک میکند. سرداران این دو ریاست به این خلاصه میرسند که باید به توافق آیند و میروای کرده بحث را بخوابانند. میروند و براننده احمدشاه در طرف خانه مینشینند. برای روپوش کردن این جنایت از راننده احمدشاه $30,000 طلب میکنند. راننده احمدشاه برای آنکه زندان نشود بجز از راضی شدن چاره دیگر نمییابد. با واسطه یک افغان دیگر این مقدار مبلغ را پیدا کرده و میبرند و سردار ریاست کنترازویدکای حربی میدهند. اما از این سردار طلب میکنند که افغان صاحبکار را دپورت کرده خانه را به صاحبش راننده احمدشاه برگردانند. زن افغان صاحبکار از این ماجرا بو میبرد و همان پیامک $5,000 راننده احمدشاه را برده با آژانسی مبارزه با کروپسی نشان میدهد. خوب ببینید اکنون که چی کار اینجا صورت میگیرد. در این وقت رئیس آژانسی مبارزه با کروپسی یعنی در سال 2016 رستم امومالی بود. رئیس آژانسی از دیدن این پیامک سابشنیا نسبت به اپاهایش سخت در غضب میشود و بگاه با سعید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی آید این مسئله سریلکه میزند. رستم با یک هیئت کلان محافظان مسلح می آید و با همان افغان صاحبکار بنای کمیته را محاصره می کند. یتیموف می گوید که از این کارها تماما درک ندارد و حاضر می شنود. یتیموف افغان $30,000 داده را فورا پیدا و دپارتاسیه کرده برده از مرز آن طرف می کند و راننده احمدشاه مسعود را باشد بازداشت و محکم می کند. و رستم میگوید که ما کار را نو سر کرده ایم حتما میبینیم، ولی معلوم میشود که از این گفتگوزارها و زمان ارسال پیامک 3 ماه گذشته بوده است. رستم چی خیلی گفتیم خیلی با خشم و غضب و در احاطه شمار زیادی محافظین مسلحش می آید به کابینت یتیموف و میگوید که تو کجا را نگاه کرده گشته ای؟ 2 ساعت بالای سر یتیموف دوغ دعوا میکند. وقتی یتیموف میگوید که درک ندارم، رستم بیشتر به غضب آمده میگوید که از این کار 2 ماه گذشته است و تو چرا بخبری؟ یتیموف به افغان صاحب کار دل میکشوید و به اگنتی مبارزه با فساد میسپارد. نسبت راننده احمدشاه هم کار جنایتی آغاز کرده میشود. او را در همان سال برای 7 سال روانه زندان میکنند. یک نماینده از حکومت افغانستان می آید برای آزاد کردن راننده احمدشاه مسعود می گوید رهایش کنید، خواه پول می خواهید و یا اگر می خواهید همان افغان صاحبکار را دپورت کنید، ما مجازات او را در افغانستان می دهیم. که راننده احمدشاه مسعود قهرمان افغانستان را نوجوان مردانه پستاوه کرده فروخته است. اما رستم این پیشنهاد مقامدار افغان را نپذیرفت. مرافعه دادگاهی او پشت درهای بسته صورت گرفته بود و 2 سال شیشته و سپس آزاد شد. نسبت 2 کارمند بلند پایه کدام، سردار ریاست کنترازویدکا و سردار ریاست کنترازویدکای حربی هم دلای جنایی باز میکنند. این 2 نفر زادگان ناحیه های ولایت ختلانند. ماه اپریل سال 2016 بعد 2 ماه آشکار شدن این ماجرا دستگیر میشوند. آنها هم 5 سال حکم گرفته اما حدوداً 2 سالی در زندان می نشینند. این 2 منصبدار کدام با اتهام برآمدن از حد وکالت و سوء استفاده از وظیفه خدمتی و گرفتن پاره با مبلغی مخصوصاً کلان عیبدار و زندان شده اند. چند نفر دیگر از ریاست کنترازویدکا آگاهی و تنبیه گرفتند برای دانستن این جنایت، ولی پنهان کردند. پرونده این 2 منصبدار کمیته دولتی امنیت ملی در دست فیروز خال مرادوف و امید کمالوف و زیر نظارت دولت بک خیرزاده معاون رئیس آژانسی مبارزه با کروپسی قرار داشت. از چنین رنگ گرفتن اوضاع سعید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سخت زیر خجالت میماند. او میگوید که شما چی کار کردید؟ یک مقامات اول دولت را سرخم و شرمنده کردید و سپارش قطعی میدهد که تا 1 سال نشده یک جنایت سخت کروپسیونی را چی خیلی نباشد از آژانسی آشکار میکنید. و همین طور در سال 2017 کمیته دولتی امنیت ملی توانست که 10 کارمند بلند پایه کروپسیه را
با جنایت های از پیش با خبر بوده دستگیر بکند. یکی از جنایت های وزنین مربوط به ساختمان بیمارخانه استقلال بود. جنایت پارخوری وزنین فیروز خال مرادزاده کرده بود. این گرفتن پاره از دیرکتور آکسا که از دست فیروز زندانی شد $400,000 بود که وقتی روبرو کردن با فیروز تصدیق شده است. ولی حیرت آور این بود که امید کمالوف پدرش از کرونا چند هفته پیشتر گذشته شد در دو پرونده کمیته دولتی امنیت ملی خوش بود. هنگامی که عملیات کدام در آژانس کروپسیا میگذشت، رستم امامعلی رئیس شهری دوشنبه تعیین شده بود. میبایست که فیروز خالمرادزاده معاون رئیس اگنتی مبارزه با فساد میشد. وقتی رحمان و فضیتیموف میپرسد که فیروز خیلی آدم است، مونه میونه، یتیموف جواب میدهد که وای یک پارخور است. رحمانوف میگوید که زورت نمیرسد. یتیموف میگوید که میرسد. پس میگوید چرا نگاهداری سر کن. یتیموف سپارش میدهد و همین طور فیروز را، امید را، خیرزاده را و چند کس دیگر را دستگیر میکنند. اما از بین آنها امید کمالوف را که سردار سر ریاست آژانسی را بردوش داشت به خاطر پدرش جنرال سید انور کمالوف که رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی بود به خارج گریزانیدند. اما ما معلومات های دیگر داریم بینندگان گرامی که او را شاروخ سعید به خاطر شرمنده نشدن پدرش فتح سعید که رئیس آژانسی مبارزه با فساد بود به خارج گریزانده است و این قضیه هم کاملا در دست ما وجود دارد. در وقت مناسب مخصوص این قضیه را تقدیم شما بینندگان گرامی می نماییم. دولت بیگ خیرزاده را هنگام فرار از فرودگاه خوجند دستگیر میکنند. فیروز خالمرادوف را از خانه اش میگیرند. بچه های کمیته دولتی امنیت ملی میروند و میگویند که ما تو را باید به کمیته دولتی امنیت ملی بریم. سپارش شده است. او میگوید که بیگذارید که به فتح سعید زنگ زنم. اما بچه‌های کدام گوش نکرده شپیده او را میگیرند و میبرند. خوب دیگر همه مردم از تلویزیون و نشریه‌ها دیدند که از آنها چه مقدار مبلغ آشکار و مصادره شد. ولی تنها امیدی کل که تغیی به قوت داشت در خارجه در آزادی گشته است. یتیموف در آخر پیروز شد. همه روزه با نویس جنایت های فتح سعید توانیست که او را در پیش رحمانوف سیاه کرده و از سیاست دور نماید. حالا پسر فتح سعید شاهروخ سعید سردار ریاست کافتکاب جنایتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و رستم امامعلی با کماندش ضد یتیموف مبارزه برده ایستادند. تا حال موفق نشدند. اما در ادامه چی خواهد شد انتظار می شویم بینندگان گرامی. حوادث جالبی را شاهد خواهیم شد. بیننده عزیز، من هم که مطلب را آماده به چاپ می کردم مثل شما در تعجب بودم که راننده احمد شاه مسعود چرا برای همین یک دهن گپ یا اسمس 7 سال حکم زندان گرفت و جنایتکار اعلان شد. از قدیم درباره رئیس و راهبر و وزیر و کبیر و اهل بیت و درباره او مردم هر خل گپ میزنند. اگر درباره او همین گپ نبود اهمیت نمیدهد. اما وقتی تنها برای همین یک دهن گپ رزبار در سطح مقامات دولتی برگزار می شود و حتی 2 مقام بلند رتبه امنیت از کار رانده و زندانی می شوند، واقعا هم انگشتی حیرت می گزم. اگر خود تهمینه و آزاده این پیامک را می خوندند که در دستی ماست، چه عکس العمل نشان می دادند؟ متاسفانه همین است دیگر دیکتاتوری اویلوی که ما به سمت آن روانه هستیم. بینندگان گرامی، در نشرات بعدی ما قضیه مهم دیگری را انتظار باشید که خیلی جالب و جنایت های کروپسیونی مقام ارشد دیگری را تقدیم شما بینندگان گرامی می نماییم. بله بینندگان گرامی، این بود کارنامه سیاه و تحلیل این روزه ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.